بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگرد عزیز، خدا کنه که همه تان جور با صحت و خوشحال باشین و درسای خدا تعقیب کرده باشین و تمرین کرده باشین. میایم شاگرد عزیز در موضوع امروز ما شما تمرین مشترک حرکات سیگانه است که درس گذشته ما شما به ادامه درس گذشته میریم و یک بار درس گذشته رو نوشته و به درس امروز میاییم. درس دین روز ما شما سوره فاتحه الحمد بود. الحمد ما شما در ای حرکات سیگانه با سکون، حرکات سیگانه الحمد ما شما ای را چی رقم خواندیم؟ همزه لام زبر ال، حرکت زبر، لام در حالت سکون، حامیم زبر هم، ها در حالت زبر، میم در حالت سکون، دال در حالت زبر، چی میشد؟ الحمد که ما شما نوشته کرده بودیم. الحمد الحمد تلفظش بینی میتود نوشته کرده بودیم و میخوانیم الحمد الحمد الف لام زبر ال، حیم زبر هم، دال پیش دو الحمد. و دیگر کلمه را که خوانده بودیم قل خوانده بودیم، چی را؟ قل قل قاف چی داشت؟ پیش لام سکون، لام چی داشت؟ سکون، چی میشد؟ قل. که ما شما در مجتمع خود، جامعه خود، چهار سوره، سوره الکافرون قل یا ایها الکافرون، سوره اخلاص قل هو الله، سوره فلق قل اعوذ برب الفلق، سوره قل اعوذ برب الناس، الناس قل اعوذ برب الناس. در جامعه خود به چهار قل یاد میکنیم. ابتدای چهار قل چی داره؟ پیش لام سکون، چی میشد؟ قل، چی میشد؟ قل، قاف لام پیش قل. که حرف ما شما داریم دو صفت ممیزه داره، یک قاف پرخوانده میشه لامش باریک، دیگه حرف قلقله است. میاییم در درس امروز ما صلح چیست؟ صلح ما شما صلح نوشته میکنیم، بارزو حرکات برگزار میکنیم. بالای صاد کدام حرکت برگزار میکنیم؟ پیش. کدام حرکت؟ پیش. ما شما پایین میبینیم صاد چی داره؟ پیش. لام سکون، لام سکون چی میشه؟ سل، سل. ها چی داره؟ پیش. سلحو، سلحو چی میشه؟ سلحو. وقتی که ما شما ایجی میخوانیم صاد لام پیش سل، ها پیش حو، سلحو، سلحو. شاگرد عزیزم را تکرار کنیم صاد لام پیش سل، ها پیش حو، سلحو. که ما شما جامعه موزی ما شما و بالخصوص جامعه افغانستان به صلح نیاز مهم داره. انشالله که از خداوند ارزو داریم که صلح دائمی در افغانستان بیاید انشالله. بریم شاگرد عزیز در درس بعدی الانهارو، الانهارو ما شما میبینیم اینجا بالای الف پیشم گفتیم، بازم تکرار میکنیم الف نیست اصلا، چیز همزه. آفرین شاگرد عزیز، ضرورت به این نیست که ما براتون بگویم که الف بلکه همزه است، چون که در خود کلمه انهار الف براتون ثابت میشه که اصلا حرکت بالایش نمیاد. همزه زبر، لام سکون، ال چی میشه؟ همزه لام زبر ال. اینجا ما شما نوشته میکنیم
زبر لام سکون چی میشه؟ ال ال ال. باز همزه زبر نون سکون چی میشه؟ ال ان ال ان. که ادایش و نوشتن جدایش چی رقم است؟ ان. چیست؟ ان ان ال ان ال ان. بعد از او حرف ها ال انها ال انها الف نداره انها بلکه الف برش میتیم ال انها ال انها ال انها. اینجا ما شما پیش گفتیم که الف در وسط و آخر می آید. می بینیم الف در وسط بازو راست کدام حرکت داره؟ نه خیر، ای است الف واقعی. اما ای را که می بینیم همزه به شکل الف، همزه به شکل الف. در درسای پیش همزه به شکل الف. خب آن شکل عزیز کدام حرف است؟ حرف را. حرف را چی میشه؟ ها زبر الف سکون و را پیش. ال ان ها رو چه رقم میشه؟ ال ان ها رو. الف لام زر ال، الف لام زر ان، هی الف زر ها، را پیش رو. ال ان ها رو الانهار. شاگردان عزیز الانهار و الحمد که انشالله در درس های آینده و در صنف های بالا میخوانیم که لام لام قمری است. لام قمری یعنی که واضح تلفظ میشه، اصلا لام مدغم نمیشه، لام بیان میشه، واضح خوانده میشه، تلفظ میشه. و بعد از نون ساکن هید چشمه است، اینجا چی میشه؟ اظهار میشه. امرام تکرار کنین. الف لام زر ال، الف لام زر ان، الف زر ها، را پیش رو. ال ان ها رو ال ان ها رو. شاگرد عزیز الانهار به معنای چیز در قرآن کریم زیاد ذکر شده؟ به معنای نهر است. نهرهایی که در قصور جنت، در قصور جنت برای همه جنتیا خداوند او را آماده ساخته، پیش از پیش، از سابق، از علم قدیمش، برای همه بنده های مؤمنانش که در جنت داخل میشه، برایش چهار نهر است که یک نهر شیر، دیگه عسل، دیگه آب پاک، دیگه شراب خالص. که هر جنتی وقتی که جنت میره خداوند از زیر خانه و قصورش چهار دانه نهر جاری میسازه. خداوند نصیب همه های ما شما کنه. میایم در کلمه بعدی زلزله. زلزله زل زی چی داره؟ پیش لام سکون. زل چی شد؟ زل زل. ما شما میبینیم سل کنین زل زل. باز و باز چی آمده؟ زا زا. زل زه زل زه. له لام باز چی داره؟ حرکت زبر. سل کنین زبر سکون، زیر زبر. زل زی له زل زی له. بعد از او تا آمده چی داره؟ سکون داره. چی داره؟ سکون. چی داره؟ سکون. زل زی له تیل زل زی له تیل. و شما میگید چی میخواییم؟ زلام پیش زل، زلام پیش زل. ز زیر زی زل زی. اگر جدا بخوانیم زی چی داره؟ زیر داره.
زلزه زلزه زلزه. باز لام چی داره؟ زبر. زلزله زلزله. باز تی چی داره؟ زیر داره. زلزلتی زلزلتی. چی رقم میشه؟ زلام پیش زل. تکرار کن شاگرد عزیز. زازیر زی زلزی. لام زبر لا زلزله. تازیر تی زلزلتی. شاگرد عزیز از اول امرایم تکرار کنین تا خوب یاد بگیرین و این باشه درس امروز ما شما. الحمد الحمد. الف لام زبر ال، حمیم زبر حم، دال پیش دو. الحمد. قاف لام پیش قل قل. قاف لام پیش قل قل. صاد لام پیش صل، حا پیش حو، صلح صلح صلح. که آرزوی هر افغان است خداوند در افغانستان صلح دائمی را بیارم. الانهار. الف الف لام زبر ال، الف نون زبر ان، ها الف زبر ها، را پیش رو. الانهار الانهار. که خداوند به همه مردمی که به جنت میره بهشتیان چهار نهر در زیر خانهشان میباشه، که خداوند همه ما شما را به جنت داخل کنه به سبب رحمت خاص خود. زلزلتل زلزلتل. زلم پیش زل، زازیر زی، لم زبر لا، تازیر تی. زلزلت. شاگرد عزیز در حدیث است که نزدیک قیامت زلزله ها زیاد میشه. خداوند از زلزله و از آفت زلزله افغانستان و همه سایر بلاد و کشورهای مسلمانان را نجات بده. و این بود درس امروزی ما شما و در آخر به خدا شما را میسپارم و من الله توفیق.